نخست وزیر و وزرای دولت وحدت ملی لیبی که از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد شدند روز جمعه معرفی شدند به گفته فرستاده سازمان ملل متحد دو دولت رقیب بر سر تشکیل دولت وحدت ملی به توافق رسیدند ابراهیم جزران مسئول تاسیسات نفتی در شرق کشور و سخنگوی دولت وحدت ملی در اظهاراتی گفت ما از این گام استقبال می کنیم ما تا زمانی که این دولت در خدمت مردم لیبی باشد از آن حمایت می کنیم تا حاکمیت ملی و شعن لیبی را به کشور بازگرداند تا زمانی که دولت علیه تروریسم مبارزه کند و به دنبال بازیابی عدالت اجتماعی در جامعه و بستن زندانهایی که از کنترل دولت خارج است باشد و اراده‌ای برای بازگشت پناهجویان و مهاجرانی که در خارج و یا داخل کشور هستند داشته باشد از آن حمایت می‌کنیم ما برخی الزامات خاص را کنار گذاشتیم تا چرخه اصلاحات دموکراسی و عدالت اجتماعی را برقرار کنیم این دولت در سه منطقه جغرافیایی شامل برقه ترابلوس و فزان تشکیل می شود این اقدام برای متوقف کردن اقدامات نیروهای بین المللی و منطقه در لیبی است که به دنبال تصرف خاک و حاکمیت سرزمینی لیبی و تضعیف و تجزیه کشورند از زمان سقوط محمد قذافی در سال 2011 میلادی هرج و مرج و درگیری در لیبی افزایش یافته است دولت وحدت ملی پیشنهادی سازمان ملل هنوز رسما آغاز به کار نکرده و اعضای جدید دولت به گفته فرستاده سازمان ملل در امور لیبی باید از سوی شورای ریاست جمهوری پذیرفته شوند